حوض شای دریابار یا شای مردان، نویسنده سید محمد نعیم بهار. حوض شای دریابار یا شای مردان در قسمت جنوب شرق اخیر کوههای مرتفع در دره عبدالاخیل پنجشیر موقع دارد که زیارتگاه اهل نیاز بوده و در موقع اخیر فصل تابستان که برفهای آن قسمت آب می شود، مردم کمربند پنجشیر و نجراب و سایر مناطق به زیارت آنجا می روند. موقعیت آن طور است که از سه طرف مانند یک کاسه لب شکسته با کوه‌ها محاطه است که از طرف غرب آن کوه نظیرگشته، طرف جنوب آن کوه سرخ کوکزار، طرف شرق آن چشمه دراز و غرغره می باشد و قسمت شمالی آن که به طرف پایین سراشیبی افتادگی دارد مانند یک دره تان به نظر می خورد که اکثرا رای تردد مردم نیز از همین قسمت می باشد. قسمت اخیر آن عبدالاخیل یعنی ایش پایین که به آغیل‌های نیشر یا سایه رخ می رسد. احیانا اگر کسی بخواهد از این را برود، بعداً به طرف دست راست دره در حرکت شده و در قسمت چشمه تربگزار که به طرف چپ دره قرار دارد، خود را بالای غندی یا تپه میانه گردن رسانیده، بعد از تعیین مدت تقریباً 2.5 ساعت پیاده روی خود را به چشمه نفیس یا نفیسک می رساند و اگر برای خوراک غذای با خود داشته باشد، در اینجا با کم توقف تفریح غذا را تناول می کند و دوباره برای خود به طرف بالا قسمت در داخل دره ادامه دهد. که در اینجا آب به چشم نمی خورد و وجود ندارد و صرف آواز جریان آب را در زیر پاهای خود در بین سنگریزه ها احساس می کند که از طرف حوض به طرف پایین در جریان است که در بعض نقاط به قسم چشمه ها و سوراخ ریزه های خرد و بزرگ جاری شده که منبع اصلی دره عبدالاخیل از همین نقطه است. این را اکثرا با برف های دائمی پوشیده شده و در مسیر راه سنگ‌های سیاه، پاک، شستگی و روشن افتاده است که راه رفتن را برای زائرین خیلی مشکل می‌سازد و رفتار به صورت آهسته و پیوسته صورت می‌گیرد. یک راه دیگری که از آغیل یعنی قشلاق‌های ایش بالا نیز است که از قسمت چشمه تربگزار و آغیل به بالا رفته سپس به طرف دست راست، البته از راه چشمه دراز یا دهن باز، به حوض نزدیک می‌شود. خلاصه بعد از تعیین مدت تقریبا 2 ساعت بعد از چشمه نفیس به حوض می‌رسند که در کل 4.5 ساعت را در میگیرد. عقیده اکثریت مردم منطقه بر این است که هرگاه کسی بخواهد حل مشکل نماید و به اصطلاح به مراد خود برسد به آنجا رفته، نماز و دعا ادا نموده خداوند جل جلاله او دعای وی را قبول و به مرادش میرساند. اما برعکس اگر کسی بخواهد که از روی گستاخی و بی‌احترامی به داخل حوض سنگ پرتاب نماید یا به اصطلاح مسخرگی کند، در مقابل عکس العمل ظاهر می شود که به صورت ناگهانی ابر در آسمان پیدا و با آن واحد سیلوار ریزش باران جاری می گردد. البته شاهد این مدعا خودم بودم که به تاریخ 18 اسد سال 1386 برای دیدن و زیارت حوض رفته بودم که بعضی از بچه‌ها چنین کردند که ابر در آسمان پدیدار شد و باران شروع به باریدن کرد و سپس باران شدید و شدیدتر شد. در طرف‌های نزدیک شام بود که سیل مدهشی از دره عبدالاخیل سرازیر شد که باعث خسارات مالی برای منطقه گردید. در قسمت چپ سه جنای ساحل حوض برف‌های دائمی نمودار است. یخ و برف داخل حوض در اخیر ماه اسد آب می‌شود که با بریدن برف زمستان دوباره روی آن پر از برف می‌شود. همچنان یک حوض دیگر به نام حوض نالان یا لالان در قسمت اخیر دره گذرنگر که مربوط حصه اول پنجشیر می‌شود موجود است که در سال‌های قبل یک قسمت لبه حوض به وسیله سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش تخریب گردیده است. با اساس بعضی از قصه های مردم منطقه درباره کرامات و عجایبی که از حوض دیدن، از جمله یک قصه آن را در اینجا نقل می کنم. در زمانه های یزدی تنخو یعنی تنخو، یک مرد فقیر دهاتی روزی برای زیارت حوض در آنجا رفته بود. وقتی که به حوض می رسد می بیند که در حوض آب نیست و در آنجا عده زیادی از مردم تشریف دارند که از جمعشان یک شخص مبارک و پیشوا رهبری آنها را به دوش داشت. وقتی که این مرد فقیر نزد آن شخص که خود را جناب حضرت علی رضی الله عنه معرفی می کند، آن جناب برای این مرد فقیر دعای خیر و برکت را می دهد و در قبالش به مرد فقیر گوشزد می کند که این موضوع را به کسی نگوید. وقتی که مرد به دی می رسد می بیند که تمام دعاهایش مستجاب شده و خداوند جل جلاله در همه امور محوله، چه از لحاظ غله و چه از لحاظ دیگر ضروریات، به وی خیر و برکت ارزانی کرده است.
بعد از چندین سال شخص فقیر در یکی از محافل کتابخانی که بین مردم دهکده های پنجشیر معمول است، خصوصا در سرمای زمستان که از کار و بار زراعت فارغ می‌گردند و شب‌های دراز زمستان را با خواندن کتاب‌های جنگنامه، شاهنامه، مثنوی مولانا صاحب بلخی و سایر کتاب‌های ذوقی صبح می‌کردند، در یکی از شب‌ها در ضمن کتابخانی سخن بالاقد و قامت جناب حضرت علی رضی الله عنه می‌آید و هر کسی در این حصه نظر خود را ارائه می‌کرد. بعد از یک سلسله جربزها گب به مناقشه می رسد که در این میان این مرد فقیر از جا برخواسته و چشم دید خود را که جناب حضرت علی رضی الله عنه را در منطقه حوض شای مردان یا شای دریابار از نزدیک آشکار می سازد که با افشای این راز مرد فقیر دوباره به حالت اولی خود برمی گردد.